این سوال خودش پرسیدنیه که آیا قابل تصور هست که آیین داشته باشیم، اما این آیین اون وجه زبانی ایدولوژیکش رو که من راجبش بحث کردم اساساً تولید نکنه. یعنی توجه بفرمایید، مگه گفته نمیشه که این آیین یک چیز بنیادیه و در آمدن اون توجیهات زبانی و بعد متعاقب اون توجیهات زبانی تئوری و بعد متعاقب اون تئوری وقتی گسترش پیدا میکنه یه دستگاه معرفتی، به عبارت دیگه ایدئولوژی، اینها چیزی است که شما میتونید مطالعه بکنید و ببینید که این مراحل طی میشه. آیا میشه جلوشو گرفت یا نه؟ من ابتدای بحثم گفتم که اگه فرصت پیدا کنم توضیح میدم که چطور علاقه شخصی من جلب شد به مسئله آیین. یک آیینی که من خودم شخصا روش مطالعه کردم و فکر میکنم احتمالا من تنها فارسی زبانی هم که اصولا تکنگاری تولید کرده راجع به این آیین، آیین سانتو دایمه. این آیین سانتو دایمه من همون دوره که دانشجو بودم در ایران و روی رساله اسطوره شناسیم کار میکردم یه فرصت مطالعاتی گرفتم و رفتم دانشگاه هومبولت برلین و اونجا با این پیروان آیین سانتو دایم آشنا شدم، راجبشون مطالعه کردم، خیلی برام جالب بود و اون علاقه شخصی که گفتم به خصوص متوجه این آیین شد که خیلی ویژگی های خیلی جالب و عجیبی داره. یکی از نکات خیلی جالبش اینه که این آیین بسیار جوانه، یعنی بنیانگذارش که یه کارگر سیاه پوست بوده که اینها کارگرها رو، برده های سیاه رو در واقع از آفریقا وارد میکردن به آمریکای جنوبی برای اینکه برن داخل جنگل آمازون و سمق درختان رو بگیرن و به اینها رابر تپر میگفتن. یعنی ما تو کارتون ها میدیدیم یه دونه یه خراشی میدن بدن درخت و یه دونه کاسه چوبی زیرش میزنن تا اون سمقش آروم آروم بچی که داخل کاسه، و اینها وظیفهشون این بود که این کارو بکنن و کار دشواری هم بود چون جغرافیای اون جنگل آمازون بسیار سخت و ویژه است، گرمای هوا اجازه نمیده اصلا تو روز کار کنن، اینها باید شبها کار میکردن. و بنیانگذار این آیین کسی بوده که خودش با یه پس زمینه مسیحی میاد و با بومیان جنگل آمازون رفیق میشه، به عنوان کارگری که لابلای درخت کار میکنه بالاخره با بومیان هم آشنا میشه و جوشانده گیاهی رو که این بومیان در مراسم آیینی خودشون استفاده میکردن مینوشه و خودش بنیانگذار یک آیینی میشه که امروزه سانتو دایم نامیده میشه. این مال 1920 خورده ایه، یعنی توجه بفرمایید که عمر این آیین تقریبا 100 ساله، یعنی ما یه آیین الان تو سیاره داریم از بین آیین های نوظهور 100 سال است. چیزی که در مورد این آیین همواره برای من جالب بوده اینه که اینها هیچ متنی که بشه ازش تئوری بیرون کشید یا حداقل معرفت شناسیشون رو بیان کنه ندارن. اینها متکی هستند به هیمن، یعنی سرودهای مذهبی که به زبان پرتغالی برزیلی دارن، دور هم جمع میشن درست مثل سنت مسیحیان کلیسایی اونجا که تو کلیسا مزامیر داوود رو با هم همخوانی میکنن. اینها هم مراسمشون به طور کلی اینجوریه، یعنی جمع میشن با لباس فرم ویژه‌ای و این سرودها رو میخونن. خیلی خوب، حتی از تو شعر و سرود هم میشه یه سری جنبه های معرفتی بیرون کشید، میشه این کار رو کرد، ولی در همین حد. و من تا مدتی که طی این مثلا یک دهه اخیر که فعالیت میکردم و اجازه بدید بگم اینقدر برام جالب بوده که حتی به برزیل سفر کردم که خود این مرکز این آینو در شهر کوچک هیو برانکو ببینم، اون به اصطلاح کلیساها یا مجامعی که تأسیس کردن و غالبا هم خانواده های اون یاران مصر ایرینیو، یعنی بنیانگذار اصلی هن که اومدن همونجا منزل کردن، دور هم جمع شدن و یک کلیسا تشکیل دادن و به صورت خانوادگی هم هر کدومشون به اصطلاح کلیساهای خودشون رو دارن، البته یک سنت واحدن. برای من جالب بوده که تا این لحظه نه خودم مشاهده کردم نه جایی دیدم، چون تو گروه های پژوهشی مربوط به این آیین هم عضوم، که مثلا اینها دچار جدال معرفتی بشن، یکی بیاد بگه که نه مثلا شافعی گفته فلان، حنبل گفته یه چیز دیگه، یا مثلا مثل دعوای کلامی معتزله و اشاعره، یکی بیاد بگه که مثلا آیا اراده آزادی هست یا نیست، آیا عدالت نسبتش با ذات خداوند چیه؟ اصلا همچین مباحثی وجود نداره.
اینها یا آیین یا دور هم جمع میشن، یه جوشنده گیاهی مینوشن، سرود میخونن و همدیگر رو در انتهای مراسم در آغوش میگیرن. یه حس بسیار خوبی بهشون دست میده، همون همبستگی اجتماعی که گفتم رو واقعا تجربه میکنن با قوت. بنابراین یک انجمن اخوت دینی هن و همین چند روز پیش، چون اینها در مونتریال هم هستن، خیلی جالب بود، باعث شگفتی من شد که چون فکر میکردم در فقط در هلند قانونی هن و در برزیل، ولی متوجه شدم که در مونتریال هم کلیسای سانتو دایم کار میکنه و قانونی هم عمل میکنه. یکی از اعضای این کلیسا یا این مجمع مذهبی خواهرش فوت کرد، آنتوانت اسمش جالبی هم داشت. این خب آفریقایی ها بعضیشون اصلا فرانسوی زبانن، این آقا هم از یک کشور بسیار کوچک از آفریقا اومده، برونئی اگه اشتباه نکنم، و بین ما هست و خیلی آدم محترم و زحمت کشی هم هست. وقتی که فوت کرد خواهرش، دیدم ایمیل میدن و یه کمکی میخوان بکنن که مراسم تشییعش در برونئی بهتر برگزار بشه، چون با توجه به اختلافات پول ارزی بین اینجا کانادا با اون کشور آفریقایی، مختصری کمک هم کمک بزرگی بود. میخوام بگم یه پشتیبانی های اینجوری از هم میکنن و من همواره در تمامی این سالها تا همین امروز که وارد این آیین و این سنت شدم، همیشه مقایسه میکنم تا بفهمم چه اتفاقی داخل کشور خودمون میفته، توی مذاهب ایرانی میفته، از جمله داخل همین فرقه شیعه میفته. این انجمنهای اخوت یا این انجمنها، این تشکلها، این هیئت‌های مؤتلفی که دور آیین‌ها و مناسک برگزار میشن، اینطوری پیوندهای اجتماعی رو بین خودشون تقویت میکنن. این که عرض کردم فرازبانی هن یا یک جور نان وربال کامانیکیشنه، بذارید یه بار دیگه روش تاکید بذارم. وقتی شما میاد یه کاری میکنید، یه تناول مشترک، یه قیمه ای مثلا با یه همشهری میخورید، یکم باش گفتگو میکنید، یه خوشو بش میکنید، در برگزاری اون آیین اصلا با هم دیگه همکاری میکنید، یه ساعت‌های خوشی رو با هم دیگه میسازید و این ممکنه اینقدر تقویت بشه که چنانچه کسی احتیاج به کمک داشته باشه حتی بهش کمک بکنید. و اینجا صحبت بر سر این نیست، یعنی به طور طبیعی داخل یک آیین صحبت بر سر این نیست که تو عقیدت چیه و راجع به فلان موضوع چی فکر میکنی. پیوندهایی که مبتنی بر اشتراک عقیده است، من تصور میکنم شکننده تره در طول زمان. اما پیوندهایی که مبناش عمل مشترکه یا به قول یونگ تناول مشترکه، اینها پاینده ترن، خیلی راحت وجه عاطفی پیدا میکنن، به همدیگه علاقه من میشن. مثلا تو همین آیین سانتو دایم خانم ها آقایون اصلا با هم ازدواج میکنن، یعنی آشنا میشن، دوست میشن، بعد با هم ازدواج میکنن، تشکیل خانواده میدن. این کار کرده آیین. و تا جایی که با آیین سانتو دایم برمیگرده، برای من خیلی جالب بوده که اینها هنوز وارد اون بعد تئوری که بعدش مثلا بخواد گسترش پیدا کنه، ایدئولوژی بشه، نشدن. و نمیدونم که این وضع تا کی میتونه ادامه پیدا کنه. ضمن برای من روشنم هست که اون بخشش چرا به وجود میاد. اگر مثلا مجبور بشه یکی از اعضای این آیین یا مسئولشون، رهبرشون، اگر مجبور بشن در مواجهه با یک فرد دیگری قرار بگیرن که ناچار ببینن خودشون رو از توجیه، یه چیزایی میگن دیگه، یه توضیحاتی میتراشن که آره این کارو میکنیم معناش فلان. مثلا این جوشنده گیاهی به اصطلاح روحیه زنانه رو در ما تقویت میکنه، ما از کدهای اخلاقی پیروی میکنیم، شروع میکنن یه سری اخلاق تراشیدن، اتیکس تراشیدن، تئوری تراشیدن و یک سری تصاویر رو تولید کردن که حالا تو هیچ کدوم از این متون مکتوبشون که همونطور که عرض کردم عموما سروده، چیزی بیش از سرود نیست، تو هیچ کدوم از اون متون مکتوبشون هم وجود نداره، شما بخواد بگردید پیدا نمیکنید. ولی در مواجهه با یک فرد غریبه بالاخره باید یه توضیحی بده دیگه. یعنی خیلی جالبه که من احساس میکنم و این سوال برای من همچنان زنده است، آیا این امکان پذیره که یک آیین همواره آیین باقی بمونه؟ اون چه که کار رو دشوار میکنه اینه که اعضای یک آیین ناچار میشن خودشون رو در برابر یک غریبه توضیح بدن. اینه اون گام اصلی
که اونها رو از آیین محض بودن خارج میکنه و به یک مسیر دیگری میاندازه. من نمیدونم و فکر میکنم اینم از اون سوالاتی است که یک عمر باید بهش فکر کرد که آیا امکان این که آیین فقط محدود به کنش آیینی بمونه و اون ایدئولوژی رو دور خودش نتنه آیا هست یا نه. ولی حداقل یک آیین میشناسم که اینطوریه، منتها خب خیلی خوب 100 سال عمر کرده دیگه، این 100 سال چیزی نیست که در مقایسه با حتی اسلام که دین بسیار جوانیه، اسلام 1300 400 سال عمر کرده دیگه، اینا که هنوز 100 سال عمر کرده.